شهر دوشنبه کوچه ظفر نازیموف 8 این قدم جای استاد ظفر نازیموف است. باید قرد کرد که این کوچه را بعد از وفات استاد به نام او گذاشتند. فرزندانش افتخار میکنند، نه تنها فرزندانش بلکه همسایه ها نیز افتخار میکنند که در کوچه ظفر نازیموف زندگی میکنند. حالا در این حوالی همسرش طاووس نازیموف با فرزندانش عمر به سر میبرد. پدرم در روی حولی نشستن رو دوست می داشت و درخشنانی و باغداری رو به نهایت دوست می داشت. این درخت که می بینید پدرم شنونده است و افسوس که از این میوه ها نچشیده است. با همراهی رفیقانشون می نشستم، سعی بخوری مجیدوف، پرده قاسیموف، اکای کنجا، اکای دودر جان، قلندر، کریم جان، اتاخو جا. پدرم یک خصوصیت داشت که این دم نامی برادرام، نامی خودم و نامی رفیقانشان میمان. من اتاخو جا یک دوستشانم، اتاخو جا بخاطر اون کس نامی من رو اتاخو جا موندم. باز کریم جان برادرم بود و هم با نامی خاطر اکای کریم جان نامشان رو کریم جان موند و قلندر دودرم. و هم به خاطر نام رفیقشون قلندر ماندگی. اساسا اینها 12 نفر بودند و نوبت در خونه یکدیگر می نشستند و صحبت میکردند و چیزی میکردند. استاد ظفر نازیموف نه تنها در تاجیکستان بلکه در خارج کشور نیز اخلاصمندان خود را داشت. یک مردی روس از شهر پرم روسیه دلدادای هنر استاد ظفر نازیموف بود. به همین خاطر آن مرد رسم ظفر نازیموف را تصویر کرده به تاجیکستان آمده آن را به ظفر نازیموف تقدیم کرد. اسباب های پدر به نهایت زیاد بودند در خانه، از بس که به دوستانش تحفه کرده است اخیران رو با به هست در خانه وقتای اخیر استفاده می برد. ما این رو در خانه همچون میراث می دارد. ما تا سالهای 1994 در ناحیه رودکی زندگی میکردیم و پس از آن به اینجا کوچ بسته اومدیم و تا لحظه اخیرانی پدرم در اینجا زندگی میکردیم. این جوان از سالی که ما به این خونه اومدیم، این جوان رو پدرم مخصوص برای خودشون برای نگاه داشتنی کتاب ها، عکس ها و مجله هایی که فقط به خودی آنها دخل داشتن، در این جوان ما تا حال این رو نگاه میداریم. این آلبوم های اخیرانی پدرم می باشند که یک آلبوم های کنسرت و زودروزشون که در خونه جشن گرفته بودیم همون آلبوم ها می باشند. این اخیران کنسرت می باشد که در کاخ بربت 70 سالگی پدرم با برادرم جاویدان و قلندر برگزار گردیده بود. از بس که با آواز زنده در اونجا برآمد میکردم و وضع سلامتیشون نه اونقدر خوبتر بود، تیاری سخت میدیدم. پدرم به اردن و مدال های زیاد مشرف گردیده است که اخیران اردن پدرم این اردن شرف میباشد که از طرف جناب عالی تهیه گردیده است. در این لحظه های فراغ بخش به شما از تحت دل تنصیحاتوی آسودگی روزگار خونه آبادی و کامیابی های نوین ایجادی رو آرزو می نمویم. پریزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. امشب با کیسه دل من گوش می کنی، فردا مرا چو کیسه فراموش می کنی. امشب با کیسه دل من گوش می کنی، فردا مرا چو کیسه فراموش می کنی. در این جوان لباس های پدرم تازه و آزاده نگاه داشتن که هر یک تر تاریخ خود را دارد و لباس های صحنوی می باشند. مثلا این جمعشون این در کنسرت 70 سالگی پدرم به پدرم تقدیم کردیده بود. در کتفشون ما از همین جمعه پرتفته شده بود. غیر از این جمعه می باشد که به پدرم از قرغیزستان هنگامی سفر هنری پدرم به پدرم تقدیم گردیده بود.
اینجا با کاستیوم هایی که پدرم با کار می رفتن و کاستیوم هایی که با چورابینی ها و جشن ها و توی ها می رفتن هر یک تاش آلویده در اینجا نگاه داشته شده است. ما از همین کاستیوم با پدرم خیلی می زیبید که تا حال بوی پدرم می کنه. سیومی آگوستی سال 2010 استاد زفر نازیم از دنیا درگذشت و در بلندی لوچوب به خاک سپرده شد. استاد همگی 70 سال داشت. از 70 سال 50 سالش را در صحنه گذارنده به وطن و ملت خیش خدمتی بزرگ کرده است. کسی که مهمان ما به خانه وای وای نمیخواستی بروا برای که خوشتخان بود مهربان بود وای همه اوقاتی که مثال ملی بود آشای شربا های چیزی که بود از دستش همه از خودش میومد. ما هر دومو بسیار وقتا میکردیم وای شب بود روز بود وای فرق نبود. من تازه میکردم وای خودش اوخون میکرد مهمان بود سراسیما بود میگفت که مثلا جان بیا گوشو کارشکا سر کنیم که مهمان سراسیما مهمان که میسون وقت دوش میشیش وای با وای سول شوربا یا که آش با یگان اوخات ملی تیار میکرد میشتم صحبت میکردیم من یاد میداد میگفت مثلا جان وقتی که در خونه مهمان اومد میگفت دست در زر باشد میگفت همه را مانو ای خفای مهمان است که مهمان عطای خدا است. گلوسی شنونده استاد زفر نازیموف علاکای میوه بسته است. بعد چند نبرگان و فرزندانش کامی خود را شیرین میکنند. ولی درخت ایجادیات استاد در همه فصل ها پر از میوه است.